برنامه همسایگان جای سخن گفتن از زبان و فرهنگی مشترک فارسی زبانان در کشورهای همسایه. نیکی بیمان جاویدان. تلاش هایی که شده برای نزدیکی فارسی زبانان در دنیا، به ویژه در کشورهای تاجیکستان، ازبکستان، افغانستان و ایران بسیار ارزشمنده. با همسایگان باشید. جمعه ها در رادیو زمان. درود بر شما. شنونده برنامه با همسایگان هستید و من شهزاده هستم، تهیه کننده و مجری این برنامه که جمعه شبها از رادیو زمان پخش میشه. دقیقا در همین روز 20 می سال 1941 وقتی مردم اروپا ترسان و گریزان از ایدئولوژی فاشیستی در گوشه های تنگ و تاریک پناه می بردند، مادری تاجیکی در زادگاه رودکی در دهی دوردستی در ناحیه پنجکند پسری به دنیا آورد و به او اسمی گذاشت که حالا بعد از 70 سال برای تمام تاجیکان از پیر تا جوان آشنا، عزیز و دوست داشته است. لایق. لایق شیرعلی بعد از 1000 سال از دوران رودکی در زادگاه رودکی به دنیا آمد و از کودکی در وصف مادر خود شعرهای سرود که سر از روزنامه‌های جمهوری در می آورد. در جامعه مرد سالاری تاجیک کودکی به پای خیسته بود تا از حق و حقوق مادر خود دفاع بکند و تمام احساس مادر خود را روی کاغذ بیاورد و تمام کشور برای شنیدن صدای یک زن روستایی سکوت کرده بود و حرفی او را از زبان پسری او لایق می شنوید. این پسری کوچک به جامعه تاجیک آموزند که به حرف دل زن مادری او گوش بکند. درون سینه سردم دلی صد پاره می گرید، میان خانه بی کودکم گهواره می گرید. زیباز می گرم شاهان خنده مستانه می آید، با چشم من ولی هر خشتی برج و باره. لایق این واژه ها را از نگاه و سروده های مادر برداشته بود. ما ناخودآگاه سرنوشت خود را می نوشت. این پسر کوچک به یک مردی بزرگ ملت تبدیل شد، اما در 59 سالگی زندگی را ترک گفت و جامعه تاجیک 60 سالگی او را بدون او جشن گرفت. خسته شده بود از روزگار، از جنگیدن در تنهایی با پدر و برادرانی بینام و نقاب پوش. خسته شده بود و جسد سرد او را در یکی از خیابان‌های دوشنبه پیدا کردند. میگویند سرخوش بوده وقتی دنیا رو ترک می کرده. جان به قربان تو ای میهنی خونین کفنم، بودی بیت الشرفم، گشته بیت الحزنم. دشمنت 4 طرف اجنبی و خانگیاند، تنی تنها و چی نیرو صفی اعدا شکنم. دوست دشمن نسقو، دشمن تو دوست نماست، راست گویم بپرانند جز چشم و دهنم. تاجیکم در وطن خیش چرا متهم است، یا خطا رفته به تاجیک تولد شدنم. همه خلقان دیگر انجمن آراستند، در سمرقند نشد ساختنی منجمنم. 20 می سال 2001 با استاد حیات نیمت سمرقندی ادش اسد بهار خرم در مرز ازبکستان به تاجیکستان در سمرقند، در واقع در مرز بین سمرقند و پنجکند، سوار خودروی شدیم و به سوی زادگاه رودکی و هم لایق شیرعلی رفتیم. جشن و ماتم ملی بود انگار و ما سمرقندیان را نیز دعوت کرده بودم و وقتی وارد جلسه شدیم مهمانداران از جای برخاستند و کسی با صدای بلند گفت: لایق کجایی؟ از پایتخت آمدند، برخیز. و چشمهای همه پر اشک شده بود. ما 4 نفر تمامی راه از مرز ازبکستان یعنی از سمرقند تا پنجکند که هر دو زادگاه رودکی و لایق است و دست زمانه اونها را از هم جدا کرد، از گریه صورت‌هایمون
ورم کرده بود. ولایق نیز همیشه با صورتی ورم کرده از گریه از این مرز عبور می کرد و به دیدن ما سمرقندیان می رفت. همه می دانستیم که استاد لایق شیرعلی عاشق سمرقند و بخارا بود و هر بهار دست دیگر شاعران را می گرفت و برای کشف استعدادهای جوان به شهر و دهه های دوردستی ازبکستان می رفت و با تاجیک زبانان آن دیدار می کرد. من 12 سال داشتم و شعری زبان گم کرده لایق شیرعلی را که در واقع منظومه بلندی است از بر کرده بودم که به خود او در یکی از این سفرهایش بخوانم. پیام آمد که در مدرسه قبلی زیاد موندند و زمان برای مدرسه ما ندارند. ما اتوبوس اجاره کردیم و با استاد و همدرسیان خود رفتیم مدرسه‌ای که مهمانداری محبوب ترین شاعران مردمی تاجیک بود، استاد لایق شیرعلی و بازار صابر. دیر رسیده بودیم، رفته بودند. مرحبا مقیم و استاد ادبیاتمون بسیار زنی شعر دوستی بود و نور چشمان ما نیز آزارش می‌داد که می‌خواستیم این شاعران بزرگ رو ببینیم. براننده گفت برو دنبالشون. در نیمه راه در دامنه کوههای سفید زرافشان سمرقند اتوبوسی پر از کودکان جلوی خودروی مارک ماسکویچ روسی را رو گرفته بود. دو مردی از خودرو پیاده شدند که اشک در چشم داشتند. استاد ادبیاتم اشاره کرد و من شروع کردم به خواندن منظومه. وقتی رسیدم به این مصره اشک‌ها بیشتر و بیشتر می‌ریختند و من با گردنی دراز و لاغر می‌خواندم. زهر باد و شیر مادر بر کسی که زبان مادری گم کرده است. استاد لایق دستانش را دوری گردن من و کناریم حلقه کرد. نمی‌دانم چرا با هم گریه کردیم. عرق ملی سالهای 1980 بود که لایق شیرعلی، بازار صابر و گلرخسار به وجود آورده بودند و ما تاجیکان برون مرزی وظیفه خود می‌دانستیم که آنها را نیز تشویق بکنیم و به آنها برسونیم که ما هم با شما هستیم. ای خراسان تو بگو ساحت ایرانویچ کو، من از این فاجعه چون شکوه به یزدان نکنم. کو دیگر شعشعه دانش و فرهنگ بزرگ، کو دیگر کر و فر و نعره قلقل فکنم. روز و شب از غم تو گریه کنان می سوزم، تو به خون غرقه و من غرق ملال و میهنم. گریه من نه از آن است که درگاه هم سوخت، هم نزان است که شد سوخت باغ و چمنم. گریه من نه از آن است که بیچاره شدم، هم نزان است که فرسوده بود پیرهنم. گریم از آن که ترا حکم بکشتن کردند، ای تو هم پایه و هم مایه انسان بودنم. گریم از آن که زبون مایه این قسمت تلخ، من سخنگویم اگر نیست کسی هم سخنم. گریم از آن که بجرفای چنین فاجعه ای، نشود خیره کس از هم نسب و هم وطنم. گریم از آن که دوسی بی طرفی بی شرفی، بسرم سنگ ببارند که من دم نزنم. گریم از آن که تو تنهایی و من تنها تر، وطنم آوطنم، آوطنم، آوطنم. در آن جشن تولد استاد بدون حضور او گشته و برگشته تکرار شد که باید 1000 سال دیگر صبر بکنیم تا رودکی در جسم لایق دیگری زنده شود و قوت دل تاجیکانی پراکنده و هنوز هم بی وطن گردد. لایق شیرعلی شعری داشت با عنوان بعد از 1000 سال. با همین عنوان نیز تمام اشعار او را در 2 جلد منتشر کرده بودند و به ما دادند که به تاجیکان سمرقند برسونیم. این مجموعه با این بیت شروع می شد: من بعدی همه زوال می آیم باز، چون مرغ خجسته بال می آیم باز. گر بعدی 1000 سال یادم بکنی، من بعدی 1000 سال می آیم باز. حالا تمام مردم تاجیکستان زادروز استاد لایق شیرعلی، محبوب ترین شاعر تاجیک، بعد از رودکی را جشن می گیرند. باز هم بدون او. اگر زنده می بود 70 ساله بود. اما از تاجیکان سمرقند و بخارا و دیگر کشورها نمی دانم که این تاریخ را در یاد دارند و یا زود فراموش کرد. در
در این زمانه به هر بهانه نه تو بمانی نه من بمانم، نصیب دل را زیدار دنیا نه تو ستانی نه من ستانم. چو ماهواره و آسمان ها کنیم پرواز و سرعت نور، تهی زمین را پس فلک را نه تو بدانی نه من بدانم. چه زود راندیم که زود ماندیم، و جان خسته دیگر بتندی و دشت قسمت سمند نوبت، نه تو بیرانی نه من بیرانم. فریب دنیا غرام دلها بتاخت بر ما چو سیل کوها، گلیم خود را کشیدن از آب نه تو توانی نه من توانم. بسا دویدیم به یاد روی، بسا فتادیم به خاک کوی، کنون به سوی به جست و جوی نه تو روانی نه من روانم. به گوش جانان ترانه خواندیم، زبوسه بر لب نشانه ماندیم، چی شد چی آمد که از مصیبت نه تو بخوانی نه من بخوانم. بسیار باده خوردم امروز، باده مرد قربان ساغری تو، دیدار در قیامت، دیدار در قیامت، ای قربان ساغری تو، دیدار در قیامت، دیدار در قیامت.